وحشتناکیه برای کارگرها و از نظر اقتصادی فشار واقعا بسیار زیادی بر کارگرها وارد خواهد شد. رفیق یدالله، میتونم اینجوری صحبتهای شما رو اونجوری که برداشت کردم جمع‌بندی بکنم؟ یک، اینکه در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها یه بندی داشت به اسم بند 13 که در این بند اومده بود که دستمزد، حداقل دستمزد در سال 88 حذف میشه تعیینش. دقیقاً این بود، بله. ولی با توجه به این گفته های شما اینو الان دولت عقب نشینی کرده از این و قرار دستمزد، حداقل دستمزد ها تعیین بشه. دقیقاً اینه، عقب نشینیش هم به این خاطره که نمیتونه به اصطلاح این سوبسید ها را بده. و شما نگاه بکنید الان تو بن کارگری 10,000 تومانیش هم مونده، هر سال بن میدادن، بنام 10,000 تومان بن کارگری سالیانه هم الان موندن توش بدن، چون از نظر چیز، از نظر امکانات، این امکانات ندارن، مجبور شدن عقب نشینی کنن و این سر و صدای کارگران باعث شده که عقب نشینی بکنه و به اصطلاح ناچار بشه برن به طرف ایجاد حداقل مزد. نکته دوم اینه که اونطوری که اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی همونجوری که خودتونم اشاره کردین توی این اواخر بر مبنای 44 قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانواده کارگری یا یک خانواده 4 نفره 689,000 کرون رو به عنوان خط فقر تعیین کردن. بله بله، این هم یه چیز دیگه ایه. منتها در این رابطه موزگیری هایی هم شده، هم عناصری در درون شورای عالی کار و هم عناصری از تشکلهای زرد دولتی مثل شوراهای اسلامی کار، مثل خانه کارگر، در این رابطه موزگیری کردن. شما در جریان این موزگیری ها در رابطه با تعیین دستمزدها هستین؟ ببینید، این موزگیری ها سال قبل هم می شد، اینا به اصطلاح این فقط و فقط به خاطر فریب کارگراست، فقط و فقط به خاطر اینه که کارگران حرکتی نکنن، فقط برای اینه که کارگرا هیچ حرکت رادیکالی را در رابطه با حداقل مزد پیش نیارن. به خصوص امسال که خودتون تو جریان هستید، کارگرا یه تومار را تهیه کردن و در توی کارخونجات مختلف دارن میچرخونن امضا جمع کنن برای افزایش مزد. از این نظر اینا هیچ، فقط و فقط برای فرصت خریدن، نه چیزی بیش از این. فرصت بخرن اواخر سال، 3-4 روز مونده به عید، به عید نوروز حداقل مزد اعلام کنن، بعد هم همه جا تعطیله، 20 روز یه ماه 15 روز تعطیله. یعنی کارگرا تو عمل انجام شده میخوان قرار بدن. هر سال همین شعبده بازی بوده، هر سال همین حقوق بازی خانه کارگر، شورای اسلامی کار و غیره بوده، هیچ کدومش واقعیت نداشته، همشون نماینده مستقیم کار به حساب دولت هم به توی تشکلات. حالا سالهای قبل نماینده های که توی وزارت کار، توی شورای عالی کار میودن برای تعیین حداقل دستمزد وابسته به جناح رفسنجانی بودن، امسال آقای عوضی وابسته به جناح آقای احمدی نژاد. چه فرقی به حال کارگر میکنه؟ همشون دروغ میگن. با اطمینان بهتون میگم الان میگه 689 هزار تومان خط فقر و باید افزایش پیدا کنه دستمزد و 47% تورم بوده. ببینید زیر چی را امضا خواهد کرد یا همین آقای عوضی؟ رفیق یدالله، من مطمئنم، یعنی با توجه به مطالعه تمام موضع‌گیری هایی که اینا کردن، من تردیدی ندارم که امسال خیلی صریح‌تر و روشن‌تر اینا گفتن که مطابق سبد هزینه مورد نیاز خانواده، یک خانواده 4 نفری دستمزدها تعیین نخواهد شد. طرفین اینو گفتن، یعنی معنیش اینه اگر پارسال همونطوری که شما اشاره کردی در تهران 600,000 تومان، در شهرستان ها 450 حدودن، بیش از 450,000 تومان تعیین شده بود، منتها دستمزد 219,600 تومان بود، امسال به باور من مطابق این موضع‌گیری ها کمتر خواهد شد. منتها از اینا بگذاریم، بریم سر یه موضوع دیگه. به نظر شما چه فاکتورهایی باید در تعیین و افزایش دستمزد کارگران مبنا قرار بگیره؟ ببینید، معیار با فاکتور جهانی در رابطه با افزایش مزد یه چیزه، معیار جمهوری اسلامی
به نظر من یه مسائلی دیگه از معیارهای اصلا معیارهای جهانی رو مورد نظر قرار میده. شما نگاه کنید ببینید 1400 سال پیش پول رایج نبود، معیار پرداخت قیمتا شطور بود، یعنی معاملات بر مبنای قیمت یه شطور تعیین میشد. همینطور جریمه ها و این مسائل به قول خودشون دیه ها بر مبنای شطور تعیین میشد. حالا تو قرن 21 میخوان دوباره همه معیارها رو تو کشور ایران پیاده بکنن و به 1400 سال پیش برگردونن این وضعیتو. معیارها خیلی فرق میکنه. منتها رفیق یدالله من میخوام اینو بگم که تو تمام جوامع امروزی، جوامع سرمایه‌داری، ما داریم در چارچوب یک سیستم سرمایه‌داری درباره تعیین دستمزد کارگرا صحبت می‌کنیم. خود میزان یا نرخ تورم یکی از معیارها و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگر.